حالا داداش تو زنش مراسم تیلاکو انجام میدن. این کیه؟ داداشم وانش یا یه متقلب؟ واقعیت به زودی برملا میشه. ایشانی، این هدیه من به توه. امیدوارم که خوشت بیاد. وقتی بازش کنی ایشانی، یه لبخند قشنگ روی صورتت میشینه. ردیما، بهش آب گانگس بده بخور. چشم. کبیر، تو هم بیا جلو، تو هم تو مراسم شرکت داشته باش. نه نیازی نیست مادر جان، امروز برای ایشانی روز خاصیه، بابتش خیلی خوشحاله. نمیخوام اتفاقی بیفته که براش ناخوشایند بشه. چرا ناخوشایند باشه عزیزم؟ خودتو پیشنهاد این مراسمو دادی. همین ثابت میکنه که تو قلبن ایشانی رو مثل خواهرت میدونی. امروز ایشانی هم دست رد بهت نمیزنه، نه ایشانی؟ بیا. این تکبر، این نگرش، من حساب خیلی ها رو رسیدم. نوبت تو هم به زودی میرسی. پس وانش کجاست؟ ویهان کجا رفت؟ داره چی کار میکنه؟ امروز روز خاصیه، من میخوام برای همه از اینم خاص‌ترش کنم.
هرچقدر میخوای خوشحالی کن آقای بدل، بازیت به زودی تموم میشه، زودتر از چیزی که فکرشو کنی. خدای من، لطفا خانوادمو از چشم شیطان در امان نگه دار. همیشه همینطوری شاد باشین و خانوادتونو شاد کنی. ایشانی، این برای توه. شکمم یه و بدجوری درد گرفت. ایشانی چی شده؟ نگران نباشید، حال ایشانی و بچه هر دو خوبه. خدایا ازت ممنونم. من نمونه خون ایشانی رو فرستادم آزمایش کن. جواب آزمایشش اومده. اونا رده یه پودری رو توی خونش پیدا کرد. چی؟ پس مشخص شد دیگه، همه ی اینا به خاطر همون پودره. خدا رو شکر که مقدار خیلی کمی از پودر وارد بدن ایشانی شده، وگرنه اگه مقدارش بیشتر بود ممکن بود خطرناک بشه و بچه ایشانی سخت بشه یا حتی بلای دیگه ای سر بچه بیاد. ولی حالا جایی نگرانی نیست، همه چی تحت کنترله و همه چیز کاملا مرتبه. ممنونم دکتر. و ممنونم از کبیر که واقعا نجات جون ایشانی رو مدیون کبیر هستیم، چون اگر ایشانی به شکم افتاده بود زمین، نجات دادن بچه و ایشانی تقریبا غیر ممکن می شد. واقعا کبیر، تو به ایشانی و بچهش یه زندگی جدید دادی، واقعا ازت ممنونم.
پس کبیر پشت این ماجرا است. خیلی خوب، باید حواستون به ایشانی باشه. رژیم غذایش باید سالم باشه و داروهاشو به موقع بدین که توی آینده به مشکلی مواجه نشه. خیلی ممنون دکتر. بفرمایید. من تا بیرون همراهتون میام. خیلی ممنونم. آی خدا رو شکر. همه چی به خوبی تموم شد، وگرنه دوباره جو خونمون سوگوارانه میشد. ولی من متوجه یه چیزی نمیشم. چطور این اتفاق افتاده؟ دکتر داشت میگفت که تمام اینا طی یک ساعت پیش اومده. ولی ایشانی این یک ساعت رو با من بود. نه غذای خورد، نه نوشیدنی. ولی چرا؟ ایشانی اون آب مقدس رو خورد. یعنی میخوای بگی تو آب مقدس چیزی بوده؟ این یعنی اون پودر خطرناک تو آب مقدس بوده. ولی به چی میخواد برسه؟ اگه میخواست ایشانی رو بکشه، پس چرا انقدر کم از اون پودر ریخته؟ نگران نباشه، تاتوشو در میاره. حالا چک میکنم چیزی تو آب مقدس هست یا نه. آب چرا این رنگی شده؟ آب مقدس همیشه شفاف و پاکه. این یعنی پودر توش بوده، ولی چطوری ممکنه پودر توش باشه؟ ممکن نیست مادر جون. مشخصه که یه نفر از قصد پودر ریخته داخلش. آخه چطور ممکنه کبیر؟ فقط اعضای خانواده تو خونه بودن، غریبه نیومده بره. کدوم یکی از ما میخواد همچین کاری بکنه؟ مشخصه مادر جنونی که میخواد ایشانیو بکشه. نگران نباشه، واقعیت به زودی برملا میشه. فقط اجازه بدین که خودم مسئله رو حل کنم مادر جون. همه را هم میگردم. موضوع اینه که این روزا مجرما فکر میکنن هیچ کس از خودشون باهوشتر نیست و همین بزرگترین اشتباهشونه و همین اشتباهه که هویتشون رو جلوی همه برملا میکنه. اما مجرم نمیتونه از دست من فرار کنه. کبیر میخواد چی کار کنه؟ نکن. هیچ کسی حق نداره از جاش تکون بخوره. زرنگ بازی در نیار. مادر جون؟ وانش، دستاتو ببر بالا. زود باش، ببر بالا. خدای من، پودر. از جیب وانش درش آورده.
کردم. این پوز همون ترکیبیه که تو آب مقدس بود. چرا وانش باید پودر رو بریزه تو آب مقدس؟ چطور ممکنه همچی کاری بکنه؟ اگه وانش بود هیچ وقت این کارو نمی کرد. اگه همیشون داداش وانش نیست پس چرا نباید کسی رو بکشه؟ این داداش وانش نیست، فقط شبیه داداش وانشه. اینو ردیما آوردتش اینجا که بتونه به هممون دروغ بگه. ردیما داره با احساسات هممون بازی میکنه. اون هیچ وقت وانشو دوست نداشته، الانم داره سعی میکنه که عشق ما رو به وانش به سخره بگیره. مادر جون، ایشانی مراقب حرفات باش. چی داری پرت و پلا میگی؟ مادر جون، واقعیت تلخه ولی من دارم واقعیتو میگم. آریان بهش بگو که چی دیدی. مامانی باور کن واقعیت همینه. من اصلا خودم دیدم که ردیما داشتش با اون آقا پول میداد. من خودم هم دسته های پولو تو جیب لباساش دیدم. اصلا شما بگید واش چرا باید از ردیما پول بگیره ها؟ تمام اینا مال اونه. وای خدای من، این یعنی تو وانش من نیستی؟ اینا چه مزخرفاتیه؟ شماها چتون شده؟ من وانشم. اه واقعا؟ باشه قبول میکنم که وانشی، ولی اگه واقعا وانشی بگو چه اسمی برای بچه ای دنیا نیومده ای من در نظر داشتی؟ راستش من اسمشم انتخاب کردم. ها؟ اگه دختر بود اسمشو میذاریم ساکشی، اگه پسر بود میذاریم آدیتیا. موقع تبدیل ویهان به وانش اصلا به این فکر نکرده بودم. بازی ویهان تموم شد، الان همه چی لو میره. این قسمت هم جایزمونه. ایشانی بدون این که بدونه کار ما رو راحت تر کرد. بگو وانش، اگه تو واقعا وانشی بگو چه اسمایی برای خواهرزادت انتخاب کرده بودی؟ اگه دختر بود میشه دانی و اگه پسر بود آنکش. نه داداش فونش من این اسم رو برای بچه‌م انتخاب نکرده بود. کار ردیما و این آقای متقلب تموم. اگه دختر بود میشه دانی و اگه پسر بود آنکوش. دیوونه شده، فکر میکنه هرچی بگه قبول میکنه. نه داداش فانش من این اسما رو برای بچه من انتخاب نکرده بود. داره دروغ میگه. مادر جون این خود وانشه. دروغه، اینم مدرک داشته روی کاغذ امضای وانش رو تمرین میکرده. شما بگین اگه این وانشه پس
چرا باید امضای خودشو تمرین کنه؟ اینا رو من ننوشتم، این کاغذ مال من نیست. ویهان که امضا رو تو این خونه تمرین نکرده، مطمئنم اینا نقشه کبیره. مشخص این آقا یه متقلبه که ردیمه آوردش. شاید این کارو برای پول کرده، یا املاکمون یا بیزینسمون. واسه همین وقتی وکیل گفت که یکم وقت لازم داره ردیما، عجله داشت تا سری امضای ما رو بگیره. آره، و اون داستانی که برای همه تعریف کردی که چطور زنده موندی، حتی اونم دروغ بود نه؟ مادر جان نزدیک من نیا. مادر جان شما بیا بشین. ما خودمون حسابشون میرسیم. تو به اتهام غصب اموال یه نفر دیگه و جعل هویت با سوء استفاده از شباهت ظاهری تحت بازداشتی. و تو ردیما، تو این توتر رو انداختی، تو هم تحت بازداشتی. اینا دروغه مادر جون، اصلا اینطوری نیست، این خود وانشه، اینا دروغه. یه فرم درخواست آماده میکنیم که همه اعضای خانواده امضاش کنن. خودم امروز میرم پیش وکیل میگم برگه ها رو آماده کنه. من خودم دیدم ردیما داشت به متقلب پول میداد. اگه واقعا وانشی بگو، چه اسمی برای بچه‌ای به دنیا نیومده من در نظر داشت؟ اگه دختر بود میشه دانی، و اگه پسر بود آنکوش. مادر جون باور کن، اصلا اینجوری نیست. دیگه حق نداری اسم منو به زبونت بیاری. وانش من از آدمای خیانتکار بیشتر از هر چیزی متنفر بود. اصلا نمیتونم تصور کنم دختری رو که من مثل دختر خودم دوستش داشتم اینجوری احساسات منو مسخره کنه. میدونم که اعتمادتون از دست دادم. هرچی بگم فکر میکنید که دارم فریبتون میدم. ولی مادر جون فقط یه فرصت بهم بده، واقعیت رو بهت ثابت میکنم. اگه نتونستم همه تون میتونید هر جوری خواستید مجازاتم کنید. لطفا مادر جون. باشه، بهت یه فرصت میدم. خیلی ممنونم. ولی یه چیزی رو بدون، فقط 3 ساعت بهت وقت میدم. اگه تو این 3 ساعت نتونی بیگناهی خودتو ثابت کنی، خودمو میکشم. و این قولیه که مادر بزرگ وانش داره بهت میده ردیما، فراموشش نکن. ردیما، مادر جون بهت یه فرصت داده، ولی من یه پلیسم. مجرمایی مثل تو رو خوب میشناسم. شماها فرصت گیرتون بیاد فقط یه چیز تو ذهنتون میگذره، اونم این که دومتون رو بزنین رو کولتون رو فرار کنین. غلطه. چطور میتونم از خانواده که خودم فرار کنم؟ وانش درست میگه. اگه هنوزم به همون اعتماد نداری، میتونی وانشو توی اتاق زندانی کنی، چون توی این 3 ساعتی که به هم دادن ثابت میکنم کی درست میگه و کی غلط. تو اشتباهی ما رو ترسو فرض کردی کبیر. آره فکر خوبیه، موافقم. تا الان 5 دقیقه‌شو هدر دادی، تا 3 ساعت دیگه هم هیچ اتفاقی نمیفته. پس برو همه سعیتو بکن که این دروغو
به واقعیت تبدیل کنی. بعد از این 2 ساعت و 55 دقیقه رأس ساعت 10 دوباره همو میبینیم. کارت بد نبود ردیما، بالاخره یاد گرفتی که چطوری نقشه بکشی. واسه چی اومد اینجا؟ مگه نمیدونی همکارت تحت بازداشت خانگی؟ اجازه نداری ببینیش، برو. خانواده تو زندانم حق ملاقات دارن کبیر. تازه اینجا که خونه است. منم اومدم اینجا شوهرمو ببینم، خصوصی اومدم باش خداحافظی کنم. شوهر؟ آفرین ردیما، تو و بازیات. برش کن، بذار آخرین آرزوتم براورده کنم. درست میگی، اینجا خونه است، ولی خونه منه. بیا ببینش. تو عقلتو از دست دادی؟ منو گیر انداختی توی این اتاق، بعد تنهایی توی این 3 ساعت میخوای چه کار بزرگی انجام بدی؟ ردیما خوب گوش کن، ما باختیم. خب کبیر برنده شد، چی فکر کردی ها؟ کبیر خیلی بد جور گیرت انداخته، منم همینطور. حالا هر دوتامون قراره بریم زندان، هر جفتمون. آروم، دم بازدم، دم بازدم. نفس عمیق بکش، به این کار میگن آنالوم ویلو، استرس تو کمتر میکنه. خودت بودی که گفتی باید این کارو هر روز تمرین کنیم تا استرسمون کم شه. نفس بکش، بده بیرون. ببین ویهان، موافقم که کبیر بچ جوری گیرمون انداخته، ولی سرنوشت هرچی باشه ما نباید ببازیم، مبارزه میکنیم. تو فقط سعی کن آروم باشی، باشه؟ فقط 2 ساعت و نیمه دیگه وقت مونده ردیما. نقشه ای براش داری؟ آره. چی کار میخوای بکنی؟ چطوری انجامش میدی؟ ببین، فکر همه جوشو کردم. یه خداحافظی اینقدر طول میکشه؟ زود باش، وقتتون تمومه، بیرون. خدای من، نتونستم اون پیامی که باید تو به ویهان برسونم. حالا جلوی کبیر چجوری میتونم بگم؟ آدم با شوهرش اینجوری خداحافظی نمی کنه. این وسط احساسات آدمم درگیر میشه. باید ضربان قلب طرفو حس کنی کبیر. کافیه دیگه، عشق و عاشقی دیگه بسه، برو بیرون از اتاق، برو بیرون. تو کمک رسانی، همیشه هر وقت تو درد سر افتادم کمکم کردی گانیشا، همیشه مسیر درست نشونم دادی. حتی اگر کسی واقعیت رو نمیدونه تو که میدونی. امروزم هر کاری بخوام بکنم به دعای خیر تو نیاز دارم. خودت میدونی لرد گانشا که من برای نجات خانوادم دروغ گفتم، ولی امروز منو متهم کردن که این کارا رو برای به دست آوردن ثروت انجام دادم. این تهمت رو به اعتماد و رابطه ای من زدن. لطفاً کمکم کن،
نمیدونم چطوری میخوام توی این مدت کم اینو ثابت بکنم که من گناهکار نیستم. در درگاه اون هیچ دروغ و طمعی پذیرفته نیست. لرد گانشا هوای آدمای دروغگو رو نداره. نانگری به کمکت نیاز دارم لطفاً. من به آدمی کمک کنم که میخواسته زن و بچه بیگناه منو بکشه؟ تو با اینکه زنی چطور اینقدر سنگدلی ردیما؟ واقعا نمیتونم درک کنم چطور وانش نتونست واقعیت تو رو بفهمه. ولی تقصیر اونم نیست، چون تو خیلی دقیق و هوشمندانه بازی میکنی. دفعه پیشم میخواستی با برق گرفتگی یا اینا به ایشانی آسیب برسونی. واقعا احمق بودم و موقعم نفهمیدم چه قصدی داری. ولی این بار تو دوباره سعی کردی با همون همکار متقلب زن و بچه منو بکشی، بعد حالا میگی باید کمکت کنم؟ تو اصلا متوجه هستی چی از من میخوای؟ من نه اون موقع دروغ گفتم نه الان دارم دروغ میگم، باور کن. ولی لطفاً الان عصبانیت تو بذار کنار و کمکم کن تا واقعیت رو برملا کنم، لطفاً. امکان نداره، هرگز. من قبلا فقط به خاطر وانش بهت احترام میذاشتم، ولی الان که اون مرده دیگه هیچ جایگاهی برام نداری. ردیما، ازم انتظار نداشته باش بعد از این قضایی هیچ کمکی بهت بکنم. فقط 2 ساعت دیگه وقت دارم، اگه نتونم بیگناهی مو ثابت کنم اون وقت. چی؟ رامانان داره ازمو نخازی میکنه؟ 500,000 روپیه خواسته؟ میخواد به همه واقعیتو بگه که تو اون پول رو سفارش دادی؟ آره، و ضمناً گفت همه چی رو ضبط کرده که گفتیم پودر رو من سفارش دادم. اگه برای من پاپوش بچینن پای تو هم گیره. چرا احمق؟ ها؟ تا به حال بیارزه این مثل تو ندیدم. بهت گفتم بری و خودت بگیری و بیاریش، بعد تو زنگ زدی و سفارش دادی. واقعا اصلا چرا پای این آدم سوم و وسط کشیدیم؟ اصلا میدونی چه برای سرمون میاد اگه کسی واقعیتو بفهمه؟ گوش کن، من نمیتونم این وانش متقلبو تنها بذارم، اما خیلی مهمه که دهن رامانندو ببندیم. همین الان برو 500,000 روپیه بهش بده، بعدن باز به حسابش میرسیم. سریع برو، برو دیگه، برو. امیدوارم آریان بیشتر از این اشتباهی مرتکب نشه. رامانند، چطور جورت میکنی از ما اخاذی کنی؟ بعد خودم به حسابت میرسم. بیا اینم 500,000 روپیه، حالا گمش از اینجا برو. اگه دوباره این اطراف ببینمت زنده زنده دفنت میکنم، یا اگه حرفی به کسی بزنی که این پودر رو سفارش دادم کارتو تموم میکنم. این آخرین باری بود که این حرفو بهت زدم. بیا، ساعت الان 9:40 دقیقه است، چیزی نمونده که بازیتون تموم شد. حالا میخوای چی کار کنی؟ یه کاری کن دیگه، یه کار جدید یاد بگیر. تو زندان خیلی بهت کمک میکنم، به طور مثال سنگ تراشی. حتما آریان تو الان پولو به رامانندو داده دیگه. تو از کجا میدونی؟ اگه جل امضا واسه اسناد اینقدر ساده است، پس هماهنگ کردن یه رامانند تقلبی که خیلی ساده تره. نانگری؟ ببین، فکر کن اگه همه اینا یه توته علیه من باشه چی؟ اگه این که میگن متقلبه واقعا امضا رو تمرین کرده، پس چرا باید بره کاغذوشو بریزه تو سطل زباله؟ خب میسوزوندتش. چرا باید همچین مدرک مهمی رو بذاره بمونه؟ اگه اون پودر برای ایشانی استفاده کرده باشه، پس چرا باید بقیه پودر رو بذاره تو جیبش؟ چرا باید همچین ریسکی بکنه؟ نانگری، تو خودت خوب خبر داری که قبلنم توطئه‌های زیادی علیه وانش انجام شده. تو خودت تجربه مواجهه با این توطئه‌ها و رسیدگی بهشونو داری. نانگری، اگه حتی 1% شانس این باشه که اون آدم واقعا وانش باشه، حاضر نیستی بهش فرصت بدی؟ نانگری، لطفا کمکم کن. شاید الان احترامی برای من قائل نیستی، ولی هنوز که اون عشق و احترام رو به وانش رو داری.
پس به خاطر همون عشق و اعتماد. میدونستم میخوای بیزنس رو دست بگیری، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم میخوای همچین کارهایی رو با ایشانی و بچه ای من بکنی. آریان، آدم یه برادر مثل تو داشته باشه دیگه هیچ نیازی به دشمن نداره. مشخصه خیلی به هم ریختی، ولی هر چقدر به هم ریخته باشی، من باید این چهره وحشتناک رو به کل خانواده نشون بدم. انقدر پرت و پلا نگو، بازی دیگه تمومه. تا 10 دقیقه دیگه هر دوتون دستگیر میشین، هم خودت و همون ردیما. اون چه عجله ای داری کبیر؟ آروم بگیر. من داشتم برنده های بزرگ معمولا آخر بازی میان. خیلی خوب، بیا امروز این اعتماد به نفس کاذب و سوء تفاهم رو از بین ببریم. تو فقط فکر کردی که منو تو بازداشت خونگی داری، اما کبیر من تو بازداشت نیستم. اون ردیماست که تو رو بازداشت کرده. خیلی به هوش خودت افتخار میکنی، فکر میکنی همه جای بازی رو مرتب چیدی، ولی ردیما از تو خیلی باهوش تره. اون با کمک من تو رو تحت بازداشت خونگی نگه داشته بود و بعد خودش رفت تحقیق کنه ببینه اون پودر از کجا اومده. زنگ زده به فروشگاهش و فهمیده که کی پودر رو سفارش داده بوده. از اطلاعات فروشگاه فهمیدم که رامانند پودر رو سفارش داده. ولی چرا باید این کار رو کنه؟ کی بهش گفتی که سفارش بده؟ و بعدش؟ ردیما گوشی رامانند رو داده به نانگری و بهش گفته زنگ بزنه آریان و ازش 500,000 روپیه پول بخواد و بعدم هر دوتتون ترسیدین که رامانند داره ازتون اخاذی میکنه. خب چی بهش میگن؟ اعتماد به نفس کازه. آدم تو بازی های بزرگ به خاطر اعتماد به نفس از بین میره و تنها اشتباه تامینه که ردیما رو خیلی دست کم گرفتی، چون اون اصلا دختر معمولی نیست. شریکی که من برای زندگیم انتخاب کردم خیلی باهوشه. و محض اطلاعات بگم که من و ردیما تمام این مدت در ارتباط بودیم و به هم دیگه هم پیام میدادیم، من این داخل اون بیرون، ولی خب در ارتباط بودیم. فکر کنم اصلا متوجهش نشدی. کل تمرکزت روی بازی ما بود. خب خیلی عجیب بود، ولی خب تو کلن افسر احمق و بی احتیاطی هستی جناب کبیر. در هر صورت 5 دقیقه به 10 بریم به محل قرارمون واسه داستانه بعدی. کار وانش نبود، من پودر رو ریختم تو آب مقدس. عشق نفوذی. तेरे सिवा मांगता